مرکز جهانی آدم در بیانیه ای انفجار تروریستی اخیر در پاکستان را محکوم کرد. مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم با صدور بیانیه ای انفجار اخیر در شهر پاراچنار پاکستان به دست سنی های تندروی طالبان که به شهادت و جراحت بیش از 110 نفر از شیعیان انجامید را محکوم کرد. در این بیانیه که نسخه از آن برای خبرگزاری شیعه ویوز ارسال شده آماده است، ما این گونه اعمال تروریستی و غیر انسانی را که مردم غیر نظامی پاکستان از جمله زنان، کودکان و کهن را هدف قرار می دهند به شدت محکوم می کنیم. این بیانیه افزود متاسفانه کشورهایی که برای این گونه اعمال تروریستی توجیهات فکری دارند همچنان به حمایت خود از گروه های تروریستی و سنی های تندرو در پاکستان و افغانستان ادامه می دهند تا بتوانند با ایجاد تایفه گرایی تعدادی بیشتر از مسلمانان را به کام مرگ بکشانند. این مرکز حقوق بشری در ادامه افزود ما از رفتار برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تعجب میکنیم که چگونه ادعای حمایت از حقوق بشر دارند و خود را ضد تروریسم معرفی میکنند در حالی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سعی در حمایت از برخی از گروه های تروریسی می و یا کشورهای حامی آنها را تحت پوشش حمایت های خود قرار می دهند. مرکز جهانی آدم در پایان بیانیه خود گفت ما حکومت پاکستان را مسئول تامین امنیت شیعیان پاکستان میدانیم و از دولت مردم و سران امنیتی این کشور می خواهیم تا علاوه بر تأمین امنیت جانی شیعیان در نقاط مختلف پاکستان امنیت اماکنی که تجمعات شیعی در آن برگزار می شود مانند مساجد حسینی ها و زیارتگاه ها را تأمین کنند. لازم به یادآوری است روز جمعه در انفجاری که سنی های تندروی جماعت الاحرار وابسته به گروه تروریستی طالبان پاکستان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند بیش از 110 تن از شیعیان که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدادند به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند